طول کشیده که تا اینجا آمدیم. از نهاوند، چهرزان، افغانستان، همدان آمدم. شوهرم بیمار بودی فرستادمش. 23 سال بچه من اینجا. دست آمد از کمینه ای دیدم. حالا می یه ساب دیدم. 17 سال. بگو به زبون آسونه. یک 17 سال شما می شدم بیدون. خدا رو خوش بیارم. من مامان فرمانه ربیعه. من ربیعه عباسی. بگید مامانت اومده. بگید مامانت اومده سراغ تو. یه لحظه بیا من ببینم. فرمانه جون فقط میخوام یه دقیقه توی ببینم. قربونت برم. اون مادر رو ببینید مگه گناه اینا چیه جز دیدن بچه هاشون؟ تنها فرزندمون توه، چرا کسی رو ندارم؟ شما میتونی از عزیزت به راحتی بگذری که من بگذرم؟ من هر سال به سرمو ندیدم، سرمایه زندگیمو ندیدم. این جانیا، این جنایتکارا از راه ترکیه بچه منو دزدیدن. مادران قربانیان فراموش شده فرقه رجوی. کارنامه فعالیت‌های تروریستی سازمان مجاهدین خلق از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون نه تنها این سازمان را به مهمترین گروه تروریستی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است، بلکه آن را به عنوان یک سازمان تروریستی سالها در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا، اروپا و استرالیا نیز گنجانده است. از آغاز جنگ مسلحانه از 3 خرداد 1360 تا اواخر سال 1362 بدنه نظامی سازمان در داخل کشور از بین رفت و مجاهدین مجبور شدند باقی مانده نیروهای خود را از ایران خارج و با استقرار در پایگاه‌های نظامی عراق به عنوان متحد استراتژیک و ارتش خصوصی صدام درآیند. بدین ترتیب از سال 1363 به این سو افراد زیادی به دلایل مختلف به پادگان اشرف راه یافتند. برخی ها به دلیل افکار آرمانگرایی و گرایشات التقاطی عضو سازمان مجاهدین خلق شدند. برخی ها به امید یافتن کار در کشورهای همجوار سر از پادگان اشرف درآوردند. و گروه آخر تعداد معدودی از اسرا بودند که با هدف تغذیه بهتر و پیدا کردن راهی برای رهایی از فشارهای اردوگاه‌های جنگی صدام به فرقه رجوی پیوستند. نهایت امر این که هر کس با هر انگیزه و به هر شکلی که وارد پادگان اشرف شد، پس از مدتی و به دلیل مشاهده خیانت‌های رهبران فرقه رجوی و همکاری تمام عیار نظامی اطلاعاتی آنان با صدام حسین، همگی به یک نتیجه واحد و مشترک رسیدند و آن اینکه قرارگاه اشرف آن جایی نبود که آنها تصورش را می‌کردند. در اواخر سال 1381 آمریکا با حمله به عراق آتش جنگ دیگری را در منطقه خاورمیانه شعله ور ساخت. این تهاجم که به بهانه نابودی سلاح‌های کشدار جمعی عراق تدارک دیده شده بود، از 27 اسفند 1381 تا 28 اردیبهشت 1382 به طول انجامید و منازعه‌ای را آغاز کرد که طی 21 روز به سقوط صدام حسین انجامید. سقوط صدام حسین شکست استراتژی مجاهدین در خاک عراق و آغاز روند نابودی تشکیلات مجاهدین را رقم زد. لذا وضعیت پیش آمده سران سازمان را بران داشت تا در یک چرخش تاریخی و برای برون رفت از بحران‌های فزاینده‌ای که در نتیجه نابودی دستگاه عظیم جنگی و اطلاعاتی صدام حسین دامنگیرشان شده بود، خود را به آمریکا و ارتش این کشور در خاک عراق قلاب کنند. رهبران مجاهدین سرمست از پیدا کردن ارباب جدیدی به نام آمریکا سر از پا نمی‌شناختند، ولی غافل از اینکه طوفان مهیبی در حال نزدیک شدن به اردوگاه اشرف بود. فراهم شدن شرایط برای دیدار خانواده‌ها با عزیزانشان در قرارگاه اشرف، آن هم بعد از سالها بیخبری، خواب را از چشمان رجوی ربود. حضور خانواده‌ها در قرارگاه اشرف یک شوک شدید به تشکیلات فرقه‌ای مجاهدین بود. علی‌رغم همه سختگیری‌ها و بهانه تراشی‌ها، مجاهدین مجبور به پذیرش اولیه آنها در قرارگاه اشرف شدند. هر روزی که می گذشت خانواده های بیشتری به سوی اردوگاه اشرف سرازیر می شدند. در همین دیدارها بود که خیلی از اعضای مجاهدین اردوگاه اشرف را ترک و به همراه خانواده هایشان به ایران بازگشتند.
رهبران مجاهدین بیشتر از هر زمان دیگری از حضور خانواده ها در اشرف در وحشت بودند، به نحوی که از آن تحت عنوان فتنه خانواده ها نام بردند. این وضعیت زیاد طول نکشید تا اینکه سران مجاهدین ملاقات خانواده ها با عزیزانشان را قطع و مانع از حضور آنها در قرارگاه اشرف شدند. دولت تازه تأسیس عراق همچنان مصمم بود به دلیل کشتار مردم عراق، اعم از کرد و شیعه توسط مجاهدین، آنان را از خاک عراق اخراج کند. مارتین کوبلر، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل، روز یک شنبه 5 دی ماه 1390 با دولت عراق یادداشت تفاهمی مبنی بر انتقال داوطلبانه ساکنان اردوگاه اشرف از عراق به کشورهای ثالث امضا کرد. بدین ترتیب راه برای اخراج مجاهدین از خاک عراق هموار گردید. اخطارهای مکرر دولت عراق مبنی بر خروج داوطلبانه از قرارگاه اشرف و نهایتاً خاک عراق مؤثر واقع نشد. وقایع روز جمعه 19 فروردین سال 1390 در قرارگاه اشرف و گرفته شدن جان 34 تن از اعضای مجاهدین و مجروح شدن تعداد بیشمار دیگر در درگیری با ارتش عراق نشان داد که مجاهدین علی‌رغم شکست در تمامی عرصه‌ها و از بین رفتن دستگاه حامی و پشتیبانشان در عراق قصد خروج از این کشور را ندارند. بدین ترتیب بعد از کش و قوس‌های فراوان در 21 شهریور 1392 مجاهدین قرارگاه اشرف را ترک و در پایگاه تخلیه شده ی آمریکاییان در حومه بغداد موسوم به لیبرتی اسکان داده شدند. باید گفت 3.5 سال تحصن و پایداری خانواده ها اگرچه به دیدار با عزیزانشان در پشت درهای بسته قرارگاه اشرف را نتیجه نداد، اما کوس رسوایی رجوی را بر بام عالم به صدا درآورد و برچیده شدن یکی از مخوفترین زندانهای ذهنی و فرقه‌ای تشکیلات مجاهدین را رقم زد. انتقال این نیروها از قرارگاه اشرف به لیبرتی مانع از این نشد که خانواده ها از پای بایستند. آنان همچنان پایدار و استوار هر روز و شب در مقابل اردوگاه لیبرتی جمع شده و خواستار دیدار با عزیزانشان در فرقه رجوی می شدند. ولی آنچه که نصیب آنان گردید فحش و ناسزا و سنگ هایی بود که به دستور سران فرقه به سویشان پرتاب می شد. تشکیلاتی که روزی شعار جامعه بی طبقه توحیدی سر می داد، اکنون به ناقص‌ترین حقوق بشر اعضای خود تبدیل شده بود. رهبران سنگدل مجاهدین هرگز به آنها اجازه ندادند حتی برای یک لحظه هم شده چهره عزیزانشان را ببینند. آنان شعار می دادند ملاقات حق مسلم و از اولیه ترین حقوق بشری است. آزادی بچه ها حق مسلم ماست. رهبران مجاهدین که به خوبی می‌دانستند هر گونه ملاقاتی منجر به سقوط لیبرتی به دست خانواده‌ها خواهد شد، تصمیم به خروج از لیبرتی و انتقال اعضای محصور در آن به کشور آلبانی را گرفتند. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 16 مه سال 2013 برابر با 26 اردیبهشت سال 1392 تایید کرد که 14 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق پایتخت عراق را به مقصد آلبانی ترک کردند. بدین ترتیب روند انتقال اعضای محصور در لیبرتی به آلبانی برای فرار از دست خانواده ها آغاز گردید. در مرداد ماه سال 1395 سیلی از خانواده ها به سوی لیبرتی سرازیر شد و نزدیک به 300 تن از اعضای خانواده ها از استانهای مختلف وارد بغداد شده و عازم اسارتگاه فرقه مجاهدین در لیبرتی گردیدند تا شاید امکان ملاقات و تماس با عزیزان، فرزندان و بستگانشان را داشته باشند. آنان با تمام وجود و در پشت موانع بتونی نام عزیزانشان را فریاد زدند
ولی مسئولین سنگدل مجاهدین با فشردن گلوی اسیران دربند نگذاشتند تا آنان هم ندای مادران، پدران، خواهران و برادرانشان را پاسخ دهند. رهبران فرقه گرای مجاهدین از زمانی که صدام سقوط کرد هرگز نخواستند مطالبات، خواسته مشروع و قانونی خانواده ها را پاسخ دهند و تمامی اصول اخلاقی و پرنسیپ های حقوق بشری را که ادعایشان گوش فلک را کر می کرد زیر پا گذاشتند. در این میان سوال این بود: به راستی چرا رهبران مجاهدین از دنیای آزاد این همه ترس و وحشت دارند؟ چرا فرقه تروریستی مجاهدین از ملاقات حضوری، تماس تلفنی و یا نامه‌نگاری کادرهای تشکیلاتی مستقر در لیبرتی با اعضای خانواده‌ها، پدران و مادران چشم انتظار و دردمندشان این همه ترس و هراس دارند؟ فشار بر رهبران مجاهدین از سوی خانواده‌ها به حدی بود که آنان تصمیم گرفتند آخرین گروه از اعضای باقی مانده در لیبرتی را نیز به کشور آلبانی منتقل کنند. در روز 19 شهریور 1395 رسانه‌ها اعلام کردند که آخرین گروه مجاهدین از عراق وارد آلبانی شدند. مریم رجوی از اینکه توانسته است اعضای گرفتار در بند این فرقه را از خانواده‌هایشان دور کند خوشحال بود، به نحوی که از انتقال ساکنان لیبرتی به کشور آلبانی تحت عنوان هجرت بزرگ یاد کرد. دیری نپایید صدای اعتراض و خواهان جدایی از تشکیلات مجاهدین در آلبانی مستی را از سر رهبران مجاهدین پراند و مریم رجوی را مجبور کرد تا بین پاریس و آلبانی در تردد باشد تا باز هم با فریبکاری عزا را برای ماندن در تشکیلات مجاهدین برای چند صباح دیگر متقاعد کند. این تلاش ها نتیجه زیادی در بر نداشت، چرا که از زمان اخراج مجاهدین از خاک عراق و استقرار در خاک آلبانی حدود 340 نفر از این گروه جدا شدند. رهبران مجاهدین در پی چاره‌ای برای جلوگیری از ریزش بیشتر نیروها در آلبانی بودند که به ایده راه اندازی قرارگاه اشرف، ولی این بار در خاک آلبانی رسیدند تا با قرنطینه اعضا ارتباط تمام عیار آنان با دنیای بیرون و خانواده هایشان را قطع کنند. ولی پایداری خانواده ها حتی در آلبانی نیز کار را بر مجاهدین سخت کرد. حضور خانواده محمدی در جلوی اردوگاه این گروه در آلبانی و اصرار بر ملاقات با فرزندشان و کتک خوردن از دست عوامل این گروه رسوای دیگری بر رهبران فرقه مجاهدین بود. خانواده محمدی توانست با تلاش های بیوقفهشان ماهیت فرقه رجوی را در سطح بین المللی به ویژه در افکار عمومی مردم آلبانی افشا کنند. رسانه های بین المللی مناسبات بقایت فرقه مجاهدین در اردوگاه این گروه در آلبانی را به کرات افشا کردند، ولی رهبران مجاهدین همچنان مانع ایجاد هر گونه رابطه و دیدار حضوری خانواده ها با عزیزانشان در این اردوگاه می شوند. در این میان حمایت های آشکار و پنهان سرویس های اطلاعاتی غربی و عربی به ویژه آمریکا و عربستان از رهبران مجاهدین کار را بر خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی سخت تر کرده است. گروهی که تاکنون دوبار به دلیل نقص حقوق بشر در درون تشکیلات و بر علیه اعضای خود توسط ارگان‌های بین‌المللی محکوم شده است، چرا باید این چنین در گزارش اخیر عفو بین‌الملل تطهیر شده باشند؟ چرا دبیر کل عفو بین‌الملل به مسئولین کشور آلبانی و یا مجاهدین اعتراض نکرده و تلاش نکرده است تا شرایط برای دیدار خانواده‌ها با عزیزانشان فراهم شود؟ گزارش اخیر عفو بین‌الملل نیز توف سربالایی بر چهره حقوق بشر غربی بود. در گزارش 140 صفحه این سازمان که در اواخر سال 2018 انتشار یافت، حتی یک جمله هم در محکومیت سازمان و اینکه چرا رهبران مجاهدین برای خانواده کسانی که در آلبانی اسیرند اجازه ملاقات نمی‌دهند درج نشده بود.
علی‌رغم همه این مشکلات، این پرونده همچنان از سوی خانواده‌های دردمند و مادران قربانیان فراموش شده این قصه که صدایشان توسط هیچ ارگان حقوق بشری شنیده نشده باز است. و تا زمانی که به حق مسلم خود که همانا دیدار با عزیزانشان در اردوگاه آلبانیست نرسند، از پای نخواهند نشست.